آمریکا به شرکت‌های هواپیمایی نسبت به استفاده از حریم هوایی ایران هشدار داد و از آنها خواست در این زمینه احتیاط کنند. United States issues fresh warning to airlines about using Iranian airspace. به گزارش خبرگزاری رویتر، دستورالعمل آمریکا به فعالیت‌های نظامی رژیم ایران در ارتباط با نقل و انتقال هوایی به سوریه و شرکت در جنگ این کشور مرتبط است. رویتر افزود، وزارت خارجه آمریکا توصیه کرد شهروندان به ایران مسافرت نکنند چون ریسک دستگیری و بازداشت وجود دارد. بر اساس اطلاعات پروازی به دست آمده به وسیله فاکس نیوز، کوریدورهای هوایی که از شمال لبنان عبور می کند برای مسیر پرواز معمولی مورد استفاده قرار نمی گرفتند. منابع اطلاعاتی غربی اعلام کردند راههایی را کشف کردند که رژیم ایران از طریق آن برای شبه نظامیان حزب الله لبنان قاچاق تسلیحات را ادامه می دهد. در گزارش دوشنبه 12 شهریور شبکه آمریکایی فاکس نیوز که به صورت اختصاصی منتشر شده، آمده است رژیم ایران مشابه روش‌های قاچاق سلاح به عراق و سوریه با استفاده از هواپیماهای مسافربری برای شبه نظامیان حزب الله لبنان نیز سلاح قاچاق می‌کند. همچنین شرکت قشم فارس ایر یکی از هواپیمایی‌های مسافربری است که سپاه پاسداران ایران و سپاه قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران از آن برای قاچاق اسلحه استفاده می کنند. بر اساس گزارش های اطلاعاتی شرکت قشم فارس ایر دو هواپیمای بوئینگ 747 دارد. در هیئت مدیره این شرکت سه پاسدار به نام های علی نقی گلپرست، حمید رضا پهلوانی و غلام رضا قاسمی فعالیت دارند. در اکتبر سال 2017 رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تحریم‌هایی را علیه سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس اعمال کرد.